عزیزم با هم هر دو چهار بودیم. زنده باشید رفیق داداش عزیز، قربان شما. اگر موافق باشید ادامه بحثمون رو با خلاصه از آن چی که تا به حال بهش پرداختیم شروع بکنیم و برسیم به اونجایی که در حقیقت قطع شد صحبتمون. در این حال اینو بد نیست یادآوری بکنم به بینندگان عزیز که ما در دو برنامه قبلی به مسئله گزارش در حقیقت کنگره 23 سازمان کارگران انقلاب ایران راه کارگر پرداختیم با رفیق مشارگونی. اگر ندیدید این دو برنامه رو، در یوتیوب سازمان ما وجود داره و میتونید اونها ببینید تا بهتر در حقیقت بحث ما رو بتونید دنبال بکنید. اما به طور خلاصه اگر بخوایم اشاره بکنیم با آنچه که تا به حال راجبش صحبت کردیم، از بحث سند سیاسی سازمانمون شروع کردیم که با عنوان آغاز پایان جمهوری اسلامی در حقیقت به تصویب رسیده و در اونجا تاکید داشتیم روی این که ارزیابی سازمان ما از جنبش یا خیزش دیما این است که این خیزش اگرچه به اون شکل مشخصی که در اون چند روز دیما صورت گرفت دیگه ادامه پیدا نکرده، اما خود جنبش به اشکال مختلف و در ابعاد گوناگونی که امروز هم از جمله شاهدش هستیم همچنان تداوم یافته و در برنامه چهارشنبه به طور مشخص با مکسی بر وقایع این چند روز، وقایع جاری، اعتراضات جاری داخل کشور که امروز به شهرهای بزرگ کشورمون هم به اصطلاح سرایت کرده، در حقیقت از اون شاهدی گرفتیم بر صحت این ارزیابی و این رو هم تاکید داشتیم روش که این جنبش همچنان که در عنوان سند هم روشن هست جنبشی است که سرنگونی جمهوری اسلامی رو هدف خودش قرار داده و این سرنگونی رو هم مردم ایران ناگزیری سرنگونی جمهوری اسلامی رو از تجربیات مبارزاتی خودشون کسب کردن. یعنی این حقیقت که هیچ کدوم از این مطالبات مردم در چارچوب این نظام دست یافتنی نیست، اگر از برابری زنان و مردان هست تا مسئله مبارزه با فساد نهادینه شده در این رژیم یا مسئله حقوق شهروندی یا برابری حقوقی شهروندان در نقاط مختلف کشور یا اقلیت‌های قومی، جنسی، ملی، مذهبی و غیره، همه اینها در طول این مبارزات چند ساله مردم با رژیم در حقیقت به این نتیجه و به این حقیقت رسیدن که در چارچوب این رژیم دست یافتن به این مطالبات ناممکن است و از اینجاست که در حقیقت اون عبور از اصلاح طلبی رو در مبارزات مردم شاهد هستیم و در این حال روی این تاکید کردیم که برخلاف آنچه که ادعا میشه با همین جا اونجا، جنبش مردم این توانایی رو داره در خودش که به این خواست، یعنی به سرنگونی جمهوری اسلامی رو عملی بکنه و نیازی به رهبران ساخته شده اینجا اونجا و یا دخالت‌های امپریالیستی در این رابطه نداره و خودش این توانایی رو داره و ضمناً این رو هم گفتیم. در پایان خلاصه بگم که مردم برخلاف دوره قبلی تنها این نیست که میدونن که چرا نمیخواهن، بلکه در طول مبارزات باشون بر اساس تجربیاتی که یافتن تا اندازه زیادی میدونن که چه میخواهن. یعنی نظامی که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی به دست مردم بر سر کار خواهد آمد ناگزیر نمیتونه مثلا باز تولید دگرگونه ای از نظام پدر مرد سالاری باشه و به حقوق زنان و برابری حقوقی اونها بیتوجه باشه یا به مسائل حقوق ملیت ها یا اقلیت های جنسی یا مذهبی و غیر و ذالک بیتفاوت باشه و مسائل دیگه مثل دموکراسی، آزادی های سیاسی و اینا چیزایی است که به طور مشخص در مقابل مردم ایران قرار داره و خواستایی است که داره. در پایان بحثی که داشتیم تا به اینجا اومدیم که
سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی علارغم اینکه مردم خواستای مشخصی هم دارن و مطالباتشون براشون روشنه که چه میخواهن، به طور اتوماتیک به معنای این نیست که با سرنگونی جمهوری اسلامی به این خواستا دست خواهند یافت. یعنی صرف سرنگونی به معنای این نیست که مثلا برابری حقوقی زن و مرد یا دموکراسی یا آزادی‌های سیاسی حتما تحقق پیدا بکنه. و از اونجا دلیل این قضیه هم دقیقاً از اونجا به این مسئله رسیدیم که می‌خواستیم الان ادامه بدیم، این که ضرورت فرار رفتن از نظام سرمایه‌داری دقیقاً و اون چیزی که ما به عنوان یک جریان کمونیستی ضرورت مبارزه برای سوسیالیسم از همین امروز مینامیم از اینجا ناشی میشه. در این رابطه سوالمون در حقیقت اینجا بحثمون ناتمامون که اوضاع و وضعیت چپ رو چگونه ارزیابی میکنیم و آیا چپ ایران و سوسیالیست ها و کمونیست ها دارای اون موقعیت هستند که بتونن دخالت فعال و مؤثری در این روند داشته باشن یا نه. اگر موافقید از اینجا شروع بکنیم و شما ارزیابی سازمان ما رو در رابطه با این مسئله اول مطرح بکنیم و بعد به وظایف چپ بپردازیم. بله، طبیعی نیست که چپ همونطور که گفتید نیروی حاشیه‌ای، همه چپ رو میگم، ممکنه یه عده بگم نمیدونم چپ قدیمی چپ جدیدی فلان، اما نه، کل چپ در من میگن اونایی که مثلا خودشون رو چپ مینامن و به طور چشمگیر قابل توجه حرفه هایی میزنن که حتی من سوسیال دموکرات ها رو وارد میکنم، دقت میکنید، هرچند که واقعا خیلیشون نمیشه چپ کن. من از نظر شخص من کسی که در واقع در چارچوب سرمایه داری میخواد همچنان اطلاع بکنه چپ نیست. ولی خب حالا به تعریف همین شایعی که در ایران متاسفانه هست و اینا به اون کفایت میکنیم، مثلا همه ایشون رو جمع بکنید در حاشیه هستن، نیروی چپ ضعیفه. دلایل مختلفی داره، این یکی از دلایل کلیدی باعث از اینه که خود چپ در سطح جهانی هم شکست خورده. یعنی چه شکست خورده؟ از یه دهه هست که در اون دهه در واقع چپ کله پا شد در سطح جهانی، از 1978 که چین در واقع راه بازار رو در پیش گرفت تا 1991 که شوروی از هم پاشید. این دهه 12 سال بهتره بگیم در واقع کله پا شدن چپ در سطح جهانی فرو ریخت. چیزی برگشت به اون خیلی آسان نیست. یعنی خب والا معلومه که یه سیستمی میریزه بعد دوباره بلند میشه فلان میشه، مثلا چیزی به نام سوسیالیسم که میخواد جامعه رو تجدید بکنه، تجدید ساختار پایه‌ای بکنه، بارها شکست میخوره. این حرف معروف مارکس که طبقه کارگر هی میفته، هی میخیزه، چیزهایی میسازه و ساختارهای خودش رو به هم میزنه فلان، حرف بسیار درخشانیه. ولی مسئله واحد از اینه که این سوسیالیزمی که در قرن 20 متولد شد اون سوسیالیزم بعیده برگردن به اونجا. در هیچ جای دنیا در واقع بازگشت به اون در واقع در افق نیست، در دیدرس نیست، بعیده. اون چه بود؟ کمونیست ها اومدن یک سیستمی رو درست کردن که یه حزب دولت رو تشکیل داد و عملا شد همه کاره و هیچ کس رو اجازه نداد که در چیز دخالت بکنن تو اینا. یعنی همون که ما اسمشو میذاریم حزب دولت، بعضی ها میگن استالینیسم، گویا مثلا تروسکیست ها اگه بودن مرغوب تر از این میشد، یا حتی مثلا استالین که میگن قبل از استالین هم پایه های ریخته شد، در واقع خود لرین مثلا که من خیلی ارادت دارم به لرین، ولی خود لرین در سالهای آخر مثلا در مورد خود شوروی، نظام شوروی میگفت که این دیکتاتوری پرولتاریا نیست، حتی دیکتاتوری حزب کمونیست هم نیست، دیکتاتوری پولیتبورو هستش، دیکتاتوری دفتر سیاسی. این جمله لرینه. یعنی یه عده اونجا هستن، اونا حتی حزب رو هم منقاد خودشون کردن، تحت کنترل خودشون در آوردن. البته همه این مدل ها یکسان نیستن، همه ایشون تفاوت های خیلی چشمگیری هستش. مثلا فکرشو بکنید پول پوت، میدونید که اون همه آدم کشتیه در کامبوج، هیچ کار احمقانه دیوانوار واقعا مثل اصلا بازی ها فلان کشتار های اون.
مثلا فیدل کاسترو هم هستش، انصافا مثلا خیلی چیزها بر جای گذاشته، در کوبا هنوز چیزهایی هست ولی مدل سر جای خودشه. رفیق کاسترو هم در واقع یه حزب دولته، یعنی در واقع حزب کمونیست کوبا به احزاب دیگه، جریانهای دیگه اجازه چنین چیزی رو نمیده. این به بازگشت به اون به نظر من بعیده در دنیای دیگه، یعنی اون حتی اون موقعی که انقلاب اکتبر شد به عنوان اولین انقلاب کارگری، یا قبل از اون مثلا شورشی شد در پاریس به کمون پاریس معروفه فلانی که دو ماهی دوام یا دو ماه و نیم دوام یافت و اینها، من گفتم ما دموکراسی جدیتر رادیکالتر و اینها میخواهیم. در واقع عمل حتی لینین قبل از اینکه انقلاب اکتبر اتفاق بیفته یک کتابی رو داشت مینوشته، جلد قسمت اولش رو مربوط به انقلاب مثلا که دولت چطور باید باشه، دموکراسی چطور باید باشه اونم نوشته بود، که قسمت دومش رو گفت یا الله انجام میشه، اونو دیگه انقلاب رسید اونو ناتمام بود. دولت و انقلاب، این دولت و انقلاب رو بخونید خیلی چیز جالبیه که یه نوع دموکراسی رادیکال تر میخواد. دموکراسی رادیکال مردم آزادی های بیشتری داشته باشن، بشود مثلا کارگرها خودشون مثلا روزنامه در بیارن فلان بکنن، نه اینکه فقط به اصطلاح الیتا و نخبگان بالا بشینن و اینا، خیلی حرفای قشنگی، منتها اون چیزی که ساخته شد درست عکس اون. میخوام اینو بگم که یعنی استالینیزم گفتم هم یه مقدار به اصطلاح کوچیک کردن ماجرا، گویا یه مرد خبیثی بلند شد و اینها رو اینطوری کرد، اینطوری نیست، یعنی این اشتباه بود، از این خط اشتباه بود و تکرار نخواهد. و نه تنها این اشتباه بود، با اون تفکری هم که مارکس مطرح کرده به نام مارکسیسم مطرح شده، حالا در زمان خود مارکس مارکسیسمی در کار نبود ولی مارکسیسم معروفه، مارکسیسم در واقع اساسش اینه که دموکراسی باید باشه، البته دموکراسی که اول چه میگفتم مدام مارکس و اینا هی دموکراسی گفتن و دموکراسی رو جدی گرفتن و اینا، منتها بعدها بعد از کمون پاریس گفتن که همینطوری دولت رو بگیرند و کارگرها فلان و اینها بعد روی کار بیان، با همون دموکراسی منفعل نمیشه کار کرد، یه دموکراسی فعالتری باید وجود داشته باشه، اون دستگاه های دولت بورژوایی رو باید درم بشنن، یعنی این به یک دستگاه های دموکراتیک تری که بتونه اکثریت جامعه رو مدخلیت بده در بستانسیس. بنابراینه که مارکس و انگلس میگن که اون نبرد دموکراسی نبرد تعیین کننده است. پرولتاریا اگر در نبرد دموکراسی پیروز نشه، اینو در مانیفست کمونیسم میگن، بعدا هم تکرار کردن. ماجرا ها و اینه که در هیچ جای دنیا بازگشتون امکان پذیر نیست، اون مدل قدیمی. این چیزی که امکان پذیر هستش عبارت از اینه که یعنی سوسیالیسم خودش جاذبه بسیار بزرگی داره، ولی یعنی اینکه مردم شما بگید ما سوسیالیسم میخواهیم، بلافاصله خواهم گفت آ راجبه کره شمالی چی میگید؟ بابا والله بالله ما با کره شمالی از اول هیچ ارتباطی نداشتیم. خب راجبه استالین چی میگید؟ راجبه کوبا چی میگید؟ یعنی شما میرید بالا دیگه نمیایید. باید این مهم هستش که توجه داشته باشیم. در اینجاست که به نظر من بایستی ما توجه بکنیم که ما سوسیالیسمی که در واقع مارکس تبلیغش میکرد، مارکس انگلس، اون سوسیالیسم رو، بازگشت به مارکس مطرحه از نظر ما، نه اینکه مارکس پیغمبر خاتمه. یه نوع بازگشت انتقادی حتی از خود مارکس هم باید به عنوان یه متفکر، همونطور که مثلا در نجوم، در مثلا تئوری تکامل نمیدونم فلان و هر کسی که میاد، بلافاصله بعد از اون کسانی میان که در همون راستای راه اون تغییراتی میدن، یه را اونجاش اشتباه بوده، اینجاش فلان بوده، بهمان بوده. مسلمه که اونجایی که مارکس گفته، هرچه رو که مارکس چون اینطوری گفته باید این باشه، این مطرح نیست. مسئله منطقه اینه که اون بازگشت به روح اون دموکراسی سوسیالیسم دموکراتیک، دقت به این مسئله خیلی مهمه. ما سوسیالیسم دموکراتیک هم که میگیم، مثلا در سوسیالیسم دموکراسی هست، این رو ما امروز هم نمیگیم. انصافا در سال 1370 که اولین کنگره راهکارگر بود، این اومده در برنامه ما که در واقع دموکراسی از تعریف سوسیالیسم جدایی ناپذیره، باید باشه. این نکته ای که یعنی امروز به این فکر نیفتادیم که حالا چه بکنیم چه نکنیم و اینا. برای اینکه چنین کاری رو بکنیم، بایستی
حتما و حتما چند تا چیز رو بپذیریم. یک، اولا آزادی های سیاسی، آزادی های بنیادی، آزادی های بیقید و شرط سیاسی بهتری ببینیم. یعنی من جمعیم آزادی ولی به فلانی ها نمیدیم. همه جریان ها از آنارشیست، این جمله یک بولشویکه من میگم، یه جو بولشویک که به سرکوب های بعد از اکتبر شکاه انتقاد میکرده، از آنارشیست تا مونارشیست میگه ما اینطوری میگفتیم باید همه آزاد باشن، از آنارشیست تا مونارشیست سلطنت طلبا. آیا سلطنت طلبا باید حق دارم تشکیلات و تبلیغات خودشون؟ مسلمه هر کسی، همه احزاب و فلان حق دارن بگن، نه که ما با نظرشون موافقیم، نه با حق داشتن این چیزی موافقیم، دفاع میکنیم. یعنی کافیه که یه جا رو بگیرید، بعد این مثل که در سراشیبی شما میدوید، دیگه نمیتونید بعد از یه مدتی خودتون رو کنترل بکنید. یه نکته خیلی کلیدیه که ما به این تاکید داریم. مسئله بعدی عبارت از اینه که در این راستا ما بایستی حتما و حتما مرجعیت مردم رو بپذیریم. ما یه مدلی ساخته ایم، مثلا اینا بعضی ها هستن، اون سوسیالیسم غیر دموکراتیک دوریه که یه مدلی ساخته و میگه که ما مثلا دموکراسی شورایی میخواییم، بسیار خوب، یا دموکراسی کمون میخواییم، بسیار خوب، عالیه. و این دموکراسی کمونی اولا چی هست؟ یا دموکراسی شورایی چی هست؟ تجربه شده یا نه؟ ما در واقع تجربه خیلی مکفی، نه حتی یا مکفی که بذارید کنار، کافی بذارید کنار، چه چیزی نیست. تجربه قابل توجهی از دموکراسی مثلا کمونی یا شورایی داریم یا نه؟ میدونیم دموکراسی رادیکالتری، یعنی بیشتر به مردم آزادی میده، مداخله میده، فلان میده، بهمان میده، یعنی قول این رو داده، ولی آیا داریم یا نه؟ بعد دومین مسئله اینه که ما باید بگیم که مردم اگه با این مخالفت کردن چه باید بکنن. یعنی به عبارت دیگر تأسیس نظام آینده به وسیله مردم یا نه؟ به وسیله مردم. یعنی مردم باید یه مکانیزم‌هایی رو، مثلا مجلس مؤسسان، اسمش رو بذارید شورای مؤسسان، نمیدونم هر چیزی که دوست دارید، این مهم نیست. یعنی یه جایی باید نماینده‌های مردم جمع بشن، انتخاب بشن آزاد، و اونها یه مختصاتی رو بشناسن، این قوام یه قانون اساسی بنویسن و اینها، و به رأی مردم بذارن و اینها. مردم تایید نکردن یا اون نمایندگان منتخب مال همه مردم نبود، اون اعتبار ندارن. علاوه بعدن باید تغییرات امکان پذیر، مردم یه چند سالی آزم بودن، یعنی اینجا رو ما نمیخواد، میخوان عوض بکنن یا یعنی آره هر کار. مرجعیت مردم، یعنی میدید که ما سوسیالیسم دموکراتیک به اون میگیم اولا از اعماق جامعه برخواسته باشه، مخصوصا مال توده های محروم و فلان انعکاس یافته باشه درش، متکی به پایین باشه و پاسخگو به پایین باشه، نه اینکه فقط متکی باشه. چون اینا آدم خیلی راحت میشه، ما متکی به پایینه دیگه، حزب هایی جمعه که میگم حزب دولت، همیشه میگفتم ما از طرف پرولتاریا صحبت میکنیم، ولی خب پاسخگو هم بودن یا نه؟ در آنچه پاسخگو باشید باید آزادی های سیاسی بی قید و شرط و فلان وجود داشته باشه و دموکراسی هم وجود داشته باشه. ما مثلا در برنامه ایمون آوردیم آزادی، دستش در برنامه ایران، آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم. پس یا دموکراسی رو خوششون نمیاد، میگن این بورژوایی. چرا بورژوایی؟ این از زمان اکتبر و اینها البته رایز شد، چون میدونی که این چیزها رو بستند و اعصاب دیگر رو ممنوع کردم بخونم، گفتن دموکراسی چیزه برای بورژوازی، نه برای پرولتاریا. پرولتاریا در روسیه چند درصد جمعیت بود؟ خیلی اقلیت بود، مثلا 27% جمعیت اون روز روسیه بود. اونها که در شوراها بودن، یک سوم کارگرا در شوراها بلان جمع شده بودند و اینها، دقت میکنید؟ بنابراین اینه که اونو گفتن که نه اون کافیه، اون بهتره، مقدار شروع کرو کردن عزیز، یه مقدار نه من دارم در واقع طنز میگم. بنابراین اینه که بایستی اصلا مردم حق داشته باشن، برای اینکه کارگر بتونه واقعا آزاد باشه، اونهایی که از کارگر عضله قوی تری دارن باید آزاد باشن تا اینکه کارگر نوبت پیش برسه. چون واقعیت اینه که اگه اونها رو بگیرید به پایین که برسه دیگه اصلا درو کردن،
هر کسی بیاد به نام پرولتاریا. بعضی هم میگن نه، پرولتاریا باید حق وتو داشته باشه. حق وتو آره آفرین بذارید، من که مخالفم باید، ولی فرض کنید چون حق رأی عمومی انکار بشه، مردم مداخله نکنن، کل مردم خطرناک هستش به نام پرولتاریا. این حرف من نیست، حرف یک کمونیست دیگریه که مثلا از لنین اگه برجسته تر نباشه کمتر نبوده. یه نفری به نام روزا لوکزامبورگ، یکی از رهبران حزب سوسیال دموکراسی آلمان بود که شهید شد دیگه در جریان انقلاب آلمان. اون میگه که حق رأی عمومی رو اینطوری بازی نکنید، باش انتخابات اینطوری بازی نکنید. در انتخاب به بولشویک‌ها میگه، حالا کاتسکی هم اینو گفته، اینو زود نچسبید، روزا لوکزامبورگ هم گفته اینو. بنابراین اینه که این مسئله خیلی کلیدیه. نکته ای که وجود داره باید از اینه که حق وتو داشته باشه پرولتاریا داشته باشه، یا اینکه کسانی که با نظرات سوسیالیستی دارن. واقعیت اینه که سوسیالیست ها یا کمونیست ها در بین پرولترها در اقلیت هم. این نکته خیلی مهمیه که معمولا نادیده گرفته میشه. یعنی اینطوری نیست که همه کارگرا مثلا گویا سوسیالیسم میکنن، اینطوری نیست. مثلا فکرشو بکنید، یکی از قوانین اساسی دموکراتیک رو در اروپا، چه علل قاعده دموکراسی اروپایی، از دموکراسی آمریکا، از دموکراسی ژاپن که قطعا بهتره در مجموع، در از آمریکا بهتره، در اینجا یکی از قانون اساسی هایی که نسبتا دموکراتیک داره مثلا قانون اساسی آلمان، بین سلطنت ندارند و فنان جمهوری ایناست و بزن. بعد در بعد از جنگ جهانی دوم که به اصطلاح آلمان فدرال شکل گرفت، بوندس ریپوبلیک شکل گرفت، توجه رو داشته باشید، در این به اصطلاح بوندس ریپوبلیک رأی دادن یه مردم، دو تا حزب رو در نظر بگیم، اینا احزاب عمده بودن، یکی به اصطلاح CDU هستش، یه حزب دموکرات مسیح راستند و بوجوها هستند و هرچی میخواد، یکی اسپیده از حزب سوسیال دموکرات ها بود. خیلی از ماها اونا را همچین سوسیالیست نمیدونیم، در واقع اونا هم در همین چارچوب سرمایه داری اوتورا کردن. من خودم شخصا نمیدونم اونا را سوسیالیست، ولی در مجموع در این دوره بعد از جنگ جهانی در آلمان فدرال، بعد از اینجا آلمان شرقی هم بهش پیوست، اونجا فرار کردن، مردم شورش کردن علیه کمونیست ها، اینا را هم به یاد داشته باشیم، در مجموع دموکرات مسیحی ها بیشتر حکومت کردن یا سوسیال دموکرات ها؟ فرض میکنیم که سوسیال دموکرات ها یه آلمان سوسیالیست هستن که نیستن، ولی فرض محال که محال نیست، نه اونها بیشتر، دموکرات مسیحی ها بیشتر حکومت کردن. این رأی که مردم دادن اکثریت به نابه تعریف کارگرا و زحمتکشا هستن دیگه. یعنی این که کارگرا حتما به سوسیالیست ها رأی میدن این فرض اشتباهیه، این فرض در تجربه دیده نشده. مثلا میدید که از اوائل پرانتز اجازه دارم بازش کنم، آیا این بیان شرمگینانه دقیقت ما برای اینکه به حکومت بورژوازی تن بدیم نیست؟ یعنی به اسم اینکه حق رأی عمومی و غیر ذلک و به اسم این واقعیت که به هر حال مردم تعیین میکنن، این واقعیت دیگه رو که الان در آلمان از جمله مثلا ازش نام بردید رو به نوعی داریم توجیه میکنیم که پس مردم حق دارن، آیا در مقابل این بهتر نیست که اونهایی که واقعا برای منافع طبقه کارگر دل می سوزونن و جان خودشون رو هم گذاشتن، اونها تصمیم بگیرن و از زاویه دفاع از منافع طبقه کارگر بیان حکومت رو بگیرن از دست این بورژواهای از خدا بی خبر؟ سرود انترناسیونال رو چه خوب دید، سرود انترناسیونال این چیزی داره جالبه، این اون اصول سوسیالیسم مارکس رو میگه، ما خودمون باید بگیریم در نبرد جنگ های بی امان و فلان، نه شاه نه قهرمان نه فلان. خیلی مهمه فداکاری، مسلمه که خیلی از حتی اون رفقایی که ما قبل از حتی تکوین راهکارگر رو میگم، در خود راهکارگر خیلی هاشون اگر حکومت میکردن دموکرات نبودن. ما خودمونم یه روزی استالینیست بودیم، ما دفاع کردیم، همین راهکاری استالین دفاع کردیم. دقت میکنید
فداکار با فداکاری نمیشه توضیح داد. یه موقعی بود که کمونیست‌ها بیشترین فداکاری رو کرده بودن در تاریخ ما. بعدن مثلا انصافا مجاهدین هم اومدن در چیز شدن، ولی در دوره جمهوری اسلامی شهدای مجاهدین بیشتر از کمونیست هست. بعد جالبه که شهدای همین حزب، این حکومت جهنمی به اصطلاح خمینی بیشتر از همه ماست. اینا بالاخره آدم هایی که بردن در جنگ و فلان و بهمان کشته دادن، خمینی رو رهبر میدونستند و امام خمینی میگفتن، اینا کشته شدن. البته برای خمینی نرفتن، ولی به هر حال اونو رهبر میدونستند. با اینها نمیشه توضیح داد. فداکاری کافی نیست. اینو میخوام بگم. نیت خیر چی؟ نیت خیر هم کافی نیست. به هر حال ما که آدم های بدجنسی که نیستیم که طرف مثل آخونده هم نیستیم که بخوایم مثلا جیب خودمون رو پر بکنیم. حتی هم حکومت شوروی هم بعد از البته ببینید اینه که چه هستش، آخونده خدا لعنتشون کنه آدم های بدی هست. کمونیست ها هم مثلا ما مثلا آدم هایی رو داریم که واقعا فداکاری های بزرگ حتی در حکومت و اینا نچاپیدند و فلان. منتها این مسئله که ما چه اونطوری نیستیم، چی گفته ما اینطوری نیستیم؟ تضمینی وجود داره. این آیه کانت، من اینو نشرمگنانه میخوام بره علنی دفاع کنم، این آیه ایمانوئل کانت بزرگترین و معروفترین میشه گفت که فیلسوف لیبرال، میگه که باید جامعه ای ساخت فرض بر اینه که همه بدن، که اگر تدابیری اتخاذ بشه که بد هستند و فلان کاری کنیم بد کمتر بشه، قابل تحمل تر میشه. یعنی این هم هست که همه خوبن یا یه عده‌ای که ما چه خوب هستیم، مثلا ما چه حرفی درش نیست، اصلا ترمز نداره سیستم. دقت میکنید ما فرض رو باید بریم. من به نظرم دفاع میکنم من این از این حرف این فیلسوف لیبرال، به نظر من حرف درخشان، به هیچ کسی اعتمادی نباید کرد. بایستی همه این طوری باشن که بتونن در واقع چه بکنن، کسی رفت بالا خیلی هم فداکار، خیلی آدم نازنین و فلان، در جنگ ها شرکت کرده، زخم ها دیده، تا دم مرگ رفته فلان، مردم ناراضی هم ها میگن ما بیا پایین، اگه نعمت میچشنش پایین، باید بتونم بچشن، مکانیزم هایی باید باشه. به نظر من از این حرف ایمانوئل کانت خیلی خوشم میاد. اینو هیچ شربی شرب و اینها میگم و علنا میگم و خیلی هم با تاکید دارم. سوسیالیسم مارکس، اون چیزی که مارکس میگه از این بیشتره. مثلا بلانکی، معذرت میخوام بلانکی، باکنین که آنارشیست بوده و اینا، میگه که مخالف دولت بوده و اینا دیگه، یه کتابی نوشته و اینا، در اونجا میگه که این مارکسیست ها میگن که دیکتاتوری پرولتاریا فلان، دمدنم که توی پارانتز بگم این دیکتاتوری پرولتاریا که مارکس میگفته، سم هالدریپر و دیگران و اینها که از مارکسیست های بزرگ تحقیق کردند و اینا، این دیکتاتوری معناش این نبوده که یعنی همه رو بگیرند و ببندند و کلام، منظورش حکومت کارگری بوده. این مارکس برام اونجا اون میگه که این پرو کارگرها حکومت کنند. اون موقع میگه فرانسه مثلا 30 میلیون جمعیت داره، حالا آیا همه اینها میتونن حکومت بکنن؟ اینو باکنین میگه در اون کتابش. مارکس این کتاب رو چکنده در حاشیه‌اش نوشته آره من منظورم همه 30 میلیون فرانسوی هستش. دقت بکنید این نکته مهمیه دیگه، همه 30 میلیون فرانسوی. اونایی که امروز میگن که ما مجلس مؤسسان رو قبول نداریم چون لرین رو بست، اولا یادمون باشه که لرین قبل از اینکه ببنده هی اون دولت موقت و کرینسکی و فلان و بهمان رو یلعشون رو میگه چرا مجلس مؤسسان رو فرا نمی کنید، یعنی تأسیس نظام مردم انتخاب کنند و فلان. بعدن هم که بستن، که اقلیت افتادن بستن و اینها، اول میگفتن نه اصلا مجلس مؤسسان مهم نیست و فلان و اینا، لوکزامبورگ و دیگران و اینها که انتقاد کردن بریم تغییر داد حرفشون هستش، اصلا تیکه تیکه مقالات شد، گفت که البته مسلمه که ممکنه لهستانی ها چیزی رو اجرا بکنن، از این ما روسی هستیم، عقب مانده هستیم، متاسفانه مجبور شده ایمید. آلمانیا باشه خیلی پیشرفته تر از ما خواهد بود، اینطوری نخواهد بود و فلان، تعدیل کردنش، ولی فرض کنیم تعدیل نکرد، اصلا نظرش این بود. ما چند سال بعد از لرین حالا زنده ایم، لرین در سال 24 فوت کرده، ما حالا در سال 2018 هست،
ما خیلی چیزها رو دیدیم که لنین دوهش هم خبر نداشت. بس بنابراینه که لنین گفت خب اشتباه کرد. تجربه نشون داد این اشتباه. همونطور که میشه گفت که آیه مثلا کوپرنیک میگفت که مدار سیارات دایره این شکله، بعدا آیه کپلر اومد گفت نه بیضوی شکله، یکی دیگه اومد گفت گلبرگی شکله فلان. برما چرا اونجا کف نیست؟ چرا اینجا کفه؟ من نمیفهمم اینو. من برای کسانی که مدعی هم ایدئولوژی علمی داره، علمی دارم تو فلان، راستش هستم که ما آزادانه باید فکر کنیم و فلان رو ببینیم کجاها اشتباه کردیم عوض کنیم دیگه. با توجه به اینکه این حرفی هم که مارس و اینها بزاده اینو اینا کردن، من میگم که اصلا با خود مارس چه مباینتی داره، با انگلس مباینتی داره، یا عالم مدرک است برای با حرفهای خود لنین هم مباینت داره. لنین بعد از انقلاب 1905 یه نوشته میگه که هر تلاشی برای رسیدن به سوسیالیسم غیر از راه دموکراتیک به نتایج ارتجاعی میانجام. خب چرا اینا رو نادیده میگیرید؟ خود این لنینی رو میگیرید که در تله افتاده بود، یه سلسله حرفهایی هم زده که اشتباه بود، حالا میدونیم اشتباه. لنین قبل رو هم در نظر بگیرید، چطور شد از همه پیغمبرا لنین رو عمدن میگم کلمه پیغمبر، میدونم توهین آور میشه برای ولی جستش. یکی من دیدم که نوشته یکی از رفقای چیز که در اعتراض به نظر آقای این دموکراسی رو گفته هیچ مارکسیستی دموکراسی رو بدون پسوند به کار نمیبره، یعنی دموکراسی بورژوایی. من سوالم اینه از جمله خود مارکس انگلس بیدونیم که اونها این طوری نبوده دیگه. لنین قبل از انقلاب اکتبر هم این طوری نبوده. شما چرا این کار رو میگید؟ در هر حال هرچه بوده، هرچه مارکس گفته، انگلس گفته، لنین گفته، امروز نشسته ما، همه این آدم ها عقل دارن، تجربیات نشون داده بدون دموکراسی نمیشه. دموکراسی هم این نیست که من وقتی آزاد باشم حزب ما آزاد باشه دموکراسی است. دموکراسی یعنی که آزادی های دیگه شرط باشه، همه احزاب و اینها باشن، میگم از آنارشیست تا مونارشیست همه نظر بدن دو اینها، بعد طبقه کارگر اکثریت داره، بایستی این ایده سوسیالیسم کارگران بهش بگرمن، این خیلی مهمه، پی ببرن راه نجات در اونجاست. این رو هم با اینکه گفتن که مارکس اینو اصلا مارکس چیه، لنین چیه، این خیلی مهمه اینا رو توجه کردم به مسائل، به خصوص این مسئله که حزب به فرض طبقه کارگر اگر حزبی هم داشته حتما به اون معنای گذشته که حزب تراز نوینی خواهد بود که تنها حزبی است که نمایندگی میکنه طبقه کارگر رو، همچین چیزی ما حتی سوسیالیست ها همین نکته خیلی قشنگی رو گفتی. مثلا همین امروز چی گفته که یه حزب خواهد بود؟ حتما ممکنه 10 تا حزب باشه، کاش یه حزب باشه، من نمیگم خوبه که چند حزب، ولی یه گرایشی هست که مثلا آنارشیست ها ممکنه در سوسیالیسم و فلان و بهمان با ما همراهی کنند و فلان، ولی اصلا حزبشون یه چیزیه که اصلا درست عکس چیزهای ما میگن در حوزه های میبندیم اونها را. خب چرا ببندیم اونها رو؟ بستیم اصلا از یک قدم فراتر بریم، مثلا یک جریانه مثلا مذهبی ها رو که مثلا معتقد هستن که مثلا شریعت اسلامی رو میبندید، بابا ببندید، من که دشمن اونها هستم، مخالف اونها هستم و این همه مصیبت سر ما آوردن، ولی نباید بذاریم مردم اونجا کشیده بشن که به دامن مذهبی ها بغلطن یا به دامن احزاب را بورژوایی بغلطن. سوسیالیست ها در پایه اکثریت مردم، اکثریتی اصلا زحمت کش هستن، از زندگی، از کد یمین، از بزلا کد یمین و عرق جبین می کنند و اینا. خب اینها قاعدتا باید به طرف سوسیالیسم گرایش داشته باشه، ولی اگه ندارم بی ارزگی ماست، ناتوانی ماست، و من شرمگینانه از دموکراسی دفاع کردن قاطعانه، باید با سینه فراخ سپر کرده در جلو همه از دموکراسی دفاع کنیم. اینجا محبت میشه که دموکراسی بورژوایی، دموکراسی در چارچوب سرمایه داری، از جمله دموکراسی در چارچوب سرمایه داری. ببینید بازی با کلمات نکنید. دموکراسی شما در سوئد نشسته اید، حالا در سوئد به همه میتونید انتقاد بکنید، آیا در ایران دموکراسی نیست؟ این هم دموکراسی بورژوایی،
یکی هستن، هر دو تاشون هم دولت سرمایه داری هستن، نمیشه شوخی که ندارن. ولی خب آخه دموکراسی فرق میکنه. در اروپا شما خیلی کارها رو میتونید بگید همین طبقه کارگر، همین کمونیست ها، سوسیالیست ها میتونن متحد بشن به اتهام اینکه سوسیالیست هستن، کمونیست هستن، نمیدونم آنارشیست هستن، نمیدونم فلان هستن، من نمیگیرم. این خیلی مهمه. کارگران اتحادیه تشکیل میدن قاعدتا نمیگیرن، از زیر زیرکی میگیرن ها، یعنی سعی میکنن از تضعیفشون کنن و فلان، ولی علنا قانونا نمیشه بست. اینا خیلی مهمه. سوال پرانتزی دیگه اگه اجازه بدید بکنم، و اون که چرا به همین تن ندیم ما، یعنی چرا این نباید ما رو راضی بکنه؟ اگر امروز مبارزه برای دموکراسی و خود مسئله دموکراسی، رسیدن به دموکراسی از آنچنان اهمیتی برخورداره که داریم نیم ساعت راجع بهش صحبت میکنیم، چرا تلاش ما چپ‌ها نباید این باشه که با سایر نیروهایی که به هر حال حالا میخواد سوسیالیست باشن یا نباشن ولی به دموکراسی اعتقاد دارن، با اونها بریم و جمهوری اسلامی رو به کنار بزنیم و برای برقراری یک حکومت دموکراتیک به اصطلاح مبارزه بکنیم، حالا بعد مسائل دیگه طبقه کارگر رو در اون دموکراسی بهش برسیم، همونطور که در سوئد مثلا احزاب کمونیست دارن این کارو میکنن در این فضای دموکراسی که وجود داره. نکته مهمیه. اولا که خب کسانی، همه اونهایی که با در برای دموکراسی میجنگن، حالا چقدر اعتقاد دارن چقدر اعتقاد ندارن، به نظر من ما با اونها همسویی هایی داریم ناگزیر، هیچ شرمنده هم نباید باشه. هر کسی که میگه که من دموکراسی رو میپسم، مرجعیت مردم رو میپذیرم، احزاب مختلف باید آزاد باشن، آزادی بیان باشه، آزادی فهم، منتها ما نباید با اونها یکی بشیم، جبهه تشکیل بدیم. چرا؟ موزن ما سوسیالیست ها عبارت از اینه که توده محروم با گفتن اینکه آزاد هستید از این پیاله فروشی به اون پیاله فروشی بگی، در هر جا مرگ بر کسی بگی یا زنده با کسی بگی آزاد هستی، مشکلی حل نمیشه. مشکل ما عبارت از اینه که ما در این بدنامه ناوردیم آزادی با برابری و همبستگی تبار انسانی، اون چاری که به اصلاح انقلاب کبیر فرانسه مطرح کرد به اصلاحی بودی، آزادی، برابری و برادری. اون موقع هنوز زنها رو داخل حساب نمی کردن، ما اونو برادری رو بذاریم کنار، بذاریم همبستگی تبار انسان، همه انسان ها مهم چیزی هست، آزادی که باید باشه اما لیبرته ها، بعد اگالیته برابری باید باشه و همبستگی هم باید باشه. همبستگی برابری و همبستگی هم چه؟ اولا برابری در آزادی خودش مهمه. مثلا میدونیم که یه نفر اونقدر پول داره، امکانات داره، رادیو زده، روزنامه در میاره، فلان داره، مهمان داره، اون آزادیش با کسی چه از این پیاله فروشی به اون پیاله فروشی بره یا به محفلی تشکیل بده یا تظاهرات، یکی قابل مقایسه نیست. این برابری در آزادی ها همین در هنوز در برابری نیست. بعد مسئله زندگیه، ما زندگی حق حیات مردم هستش. مثلا همین چیز خیلی کوچک، فقره کوچکی از خواسته های انتقال به فراتر از سرمایه داری هسته که هنوز خارج نشد از سرمایه داری، تحقیق تحقیق کردن، همین تأمین اجتماعی. به قول جان کنت گالبراس، جان کنت گالبراس که میگم اقتصاددان معروف آمریکایی، هم کلاسی پول سیریزی بودی، ولی کنزیه اقتصاددانیه که همچنان به سرمایه داری معتقده. بنام میگفت که وقتی که پروستر کافلان رو در شوروی بلان گرد، ما هم احتیاج داریم که یک چیزی درست کنیم، اینطوری بازسازی بکنیم سرمایه داری رو، و میگفت اونها 5 سوبسید دارن که ما هم باید اینو بپذیریم. اینو جان کنت گالبرایت میگفت، یه اقتصاددان خیلی برجسته سرمایه داری، کنزی، منتها یه نوعی میشه گفت سوسیال دموکرات. میگفت که یک تامین بیمه کار و بیکاری، این مسئله خیلی مهمه، باید کار میکنه باید بیمه باشه، بیکار هم هست که باید یه حدی زندگیش تامین بشه، یه درآمدی، حداقل درآمدی باشه. مسئله بهداشت حیاتیه، بهداشت و درمان خیلی مهمه.
مسئله آموزش خیلی حیاتی، بچه ها باید بتونن. یکی خانواده فقیر گرفته شده بی سواد باری نمیشه. مسئله سوم عبارت از اینه که مسکن مسئله خیلی خیلی حادیه، بعد حمل و نقل، بعد در دهه ها زندگی نمی کنن که اکثریت ایرانی، حالا 75% در شهرها زندگی می کنن. مثلا ما حمل و نقل مهمه، حمل و نقل اگه آدم برخوردار نباشه از حمل و نقل، حداقل یه چیزی که برخوردار نباشه، عملا زندانی گودال هایی خواهد شد. دقت بکنید این 5 تا سوبسید گالبرایت رو دارم میگم، من عملا اینو میگم که معلوم بشه که ما خیلی اینجا به اصطلاح سوسیالیست نیستیم. معلومه البته ما برنامه داریم و برنامه‌مون رو هم میگیم و خواهیم گفت، اجرا خواهیم کرد، از به شرطی که رأی بدن مردم به ما. مثلا بانک‌ها باید حتما ملی بشه، همه جا باید ملی بشه، رأی البته باید بیاره و خیلی چیزهای دیگه مثلا، ولی در قدم اول باید، ولی قبل از همه باید یه تأمین اجتماعی وجود داشته باشه، یعنی مردم از حد معینی زندگی بدتر نشه براشون. این برابری در به اصطلاح زندگی، برابری اجتماعی، برابر برابری اجتماعی باید وجود داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی اینکه همه انسان‌هایی که در چارچوب ایران ما زندگی می‌کنن، زرتشتیه، بهائیه، این زرتشتی‌ها بهائی را قبل از همه می‌دونم، چون قبل از این که اصلا اسلامی بیاد، هر چیزی بیاد در خاک پاک ایران، اینا از اینجا برخاستن. از اینجا حالا نجششون کردید، یهودی‌ها که از قبل از اینکه اسلام بیاد در ایران مطرح بوده، کتاب تورات رو ببینید و فلان. مسلمان‌ها هستن، کمونیست‌ها هستن، سنی هست، شیعه هست، نمی‌دونم هزار تا فرقه هست، دراویش هستن، فلان. همه حق دارن، یعنی باید برابر باشن. یعنی کسی این وزیر نمیتونه بشه فلان، نه، اینها قطعیه که در یه دموکراسی دوری. همینطور جنسیتی، می‌دونید که در این مورد در حالا در نظام‌های بورژوایی هم زن و مرد برابر فرض میشن، ولی خیلی جاها برابر نیستن، عملا برابر نیستن، اون هم از لحاظ حقوقی. و زنها خیلی جاها فرض بر میشه، ولی کمونیست ها انصافا جنگیدن برای برابری زنها. ما باید بجنگیم، تنها برای نمیدونم کشف به اصلاح چیز و برداشتن روسری و فلان، چون خیلی کارهای درخشانی بود، قیامی بود واقعا مثلا درخشان، نه به اونها اکتفا نکنیم، ولی کافی نیست، کافی نیست. مرد سالاری باید در هم بشه، این بنای خیلی وحشت ناچیه که از زمانی که کشاورزی عمری به وجود اومد زنها به حاشیه رانده شدن. وارش یه یه روزی خدا اصلا زن بود، حالا خدا پدره، مرده، فلان، بهمانه، اینها باید به هم بریز اصلا. یعنی باید زن و مرد برابر باشن، این مسئله خیلی مهمیه، باید تلاش کنیم. اینم با گفتن نمیشه، فقط یه بار باید مبارزه قطعی بشه برای این مسئله. البته از چیزها دیگه مردم رو متقاعد کردن، از جمله خود زنها بایستی در این پیشتاز بشن. همه اینها یه طرف، چند تا نکته هست که اصلا دیگران تن نمیدن. یکی از اونها همین تأمین اجتماعیه که ببینید حالا اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو در نظر بگیرید، جمهوری اسلامی که خودش رو مستضعف پناه میگه فلان، میدونید چه وضع چه وضعیت، مردم در گور میخوابن، و این اپوزیسیون ها رو در قانون بازار رو به اصطلاح چیز میکنن، عملا دفاع میکنن. یعنی کسی که از تأمین اجتماعی دفاع کنه جز چپ ها کسی نیست. خب چپ مهمه، اینجاست که ضرورت چپ مطرحه، بیان که وجود در حاشیه است. متاسفانه جامعه رنج میبره از فقر، از نابرابری، از فلاکت، ولی نیروی سیاسی که بتونه اینها رو به اصلاح بتونه پرچم اینها بشه، بیاد میدان و همراه اینها بشه، کمکمون ضعیفه. مسئله بعدی که وجود داره، این خیلی مسئله مهمی، یعنی چپ اگه نباشه انقلاب اینا بیفته، ما انقلاب منفعلی خواهیم داشت. انقلاب منفعلی یکی از اصطلاحاتی که آنتونیو گرامشی به کار می‌برد، یعنی انقلابی که کاری نمی‌کنه، عملا میندازن یه حکومتی رو میاد، ولی خیلی یا نه اینکه مثلا یه خمینی حتما خواهد اومد و فلان. ما انقلاب کردیم دیگه، دور انداختیم، همه مردم هم شرکت کردن، ولی شد این بدتر از گذشته شد. ولی میتونه این طور بدتر از گذشته نباشه، یه کمی بهتر باشه، ولی هیچی هم نشه. ما نمیشه، یعنی مسئله عبارت از اینه که اگر چپ
لاعقل لاعقل در اپوزیسیون وزنی سنگینی نباشه، لاعقل انقلاب شکست خواهد خورد. یعنی پایین وضعش بهتر نخواهد شد. اگه پایین وضعش بهتر نشه، همه چیز از در عقب خواهد اومد. مسئله عبارت از اینه. مسئله بعدی، ایران کشور چند ملیتیه. یه به محض اینکه اصلا مثلا کرده ها صحبت میکنن، اینا تجزیه طلب هم دارن. خب نمیخوان اصلا باشن در ایران. چی میگی؟ نمیخوان باشن. اذیتش کردی نمیخوان باشن. بلوچ ها اینا، بابا ایرانی های اصیل که میگید، من جز اون اصیل ها نیستم متاسفانه یا خوشبختانه. چون ترک هم دیگه، ترک ها به قول یکی در قدیم ما را مستره میگن، بگو از نسل اقتای جقتای هستید شما، یعنی مغول ها فلان. البته مغول نیستی ما، ولی برش هست که مغول هست. ولی خب بلوچ های ما، بابا ایرانی های آریایی ها که میگید و فلان، نژاد آریایی فلان و نژاد پرستان و نفارمه، خب اونا اینطوری هم دیگه، کردهای ما چه اینطوری هم دیگه ها. خب چرا این حالا چی میکنید اذیت کنید؟ اینو میخواد ها، اذیتش کردید میخواد جدا بشه. ما طرفدار جدایی نیستیم، مخالف جدایی هستیم. منتها طرفدار تشکیل احزاب از جمله تجزیه طلب هستیم. حاضریم با اونا بحث کنیم، فلان بکنیم. برای اینکه جلوی اون تجزیه طلبی رو بگیریم، راه حلی داریم. اتحاد داوطلبانه. پیشنهاداتی هم داریم. ما یه نظام فدرالی مبتنی بر چیز منطقه‌ای، هر یک هر کسی، مثلا کردا میگن که مثلا فلانجا کرد نشینه. خب کاری نداره، از مردم همون ده میپرسیم مثلا که میخواهد شما در استان یا ایالت کردستان باشید یا مثلا لرستان باشید. خب یا آذربایجان غربی باشید، آذربایجان باشید یا مثلا کردستان. رأی دادن اون میشه دیگه. چرا اصلا هر دهی که اگه میتونه چت خدای خودش رو انتخاب کنه، چرا نتونه تصمیم بگیره که در کدوم استان باشه؟ ما میتونیم داوطلبانه اینها رو، مخالف جدایی هستیم. ما طرفدار این هستیم که حتی ایران با کشورهای پیرامونی که خیلی هاشون فامیل ما هستن، باید اتحادیه های تشکیل بدیم، مثل اتحادیه اروپا. آینده به چیزهای کشور دولت ها بستگی نمیتونه داشته باشه. ما باید در خاورمیانه اصلا در واقع اتحادیه تشکیل بدیم، یعنی در واقع جمع‌تر بشیم، مرزها کمرنگ بگن، از بین برن، تا چه رسد به اینکه خود این کشور را دیگه پاره کنیم. اصلا این مطرح نیست. منتها بایستی داوطلبانه باشه. به عبارتی از من بپرسید که عذاب تجزیه طلب باید آزاد باشه، میگم قاطع میگم آره. من میگم حق تعیین سرنوشت ملیت های ایران از جمله حق جدایی، حق دارن، بخوام میخوام جدا بشن، بشن بذار رای بگیرم جدا بشن دیگه، شش کار رفیق شهلگونی. به پایان وقت برنامه من نزدیک شدیم، یه چند ثانیه باقی مونده. موضوع اصلی در واقع یا حالا سوال بعدی در حقیقت باز هم موند و اون این که برای اینکه این چپ مورد نظر ما با اون مشخصاتی که الان برشمردید بتونه اون نقش بایدش رو ایفا بکنه، چه باید کرد؟ چطور میشه این چپ پراکنده‌ای که ازش نام بردید با اون مشخصات میتونه تبدیل بشه به یک چپ تاثیرگذار و تعیین کننده؟ اگر اجازه بدید این بحث رو در برنامه‌های بعدی حتما دنبال بکنیم. حتما، زنده باشید. سپاسگزارم از اینکه با ما بودید یک بار دیگه و همچنین از بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر که با ما بودن سپاسگزارم. تا برنامه بعدی تلویزیون با شما خداحافظی میکنیم و اوقات خوشی رو برای شما عزیزان آرزو داریم. شاد و پیروز باشید.